خب کتاب اتنوموزیکولوژی به همت نشر نی منتشر شد. من یه توضیحات کوتاهی راجع به این کتاب خدمتتون میدم. کتاب از نظر نگارشی به موضوع مردم شناسی موسیقی میپردازه و جنبه های بسیار متنوع و متکثری از این موضوع رو که حاصل 15 سال کار من روی این کتاب هست رو به سمع و نظر شما میرسونه. یک خلاصه کوتاهی رو از مقدمه این کتاب خدمتتون عرض میکنم و توضیحی راجع به ساختار کتاب. چرا به مردم شناسی موسیقی علاقه من میشیم؟ پاسخی که به این سوال میشه داد خیلی زیاده، اما پاسخ من تنها استوار بر یک حقیقت بنیادیه که همواره اون چیزی که در یک آواز یا یک نغمه انسانی وجود داره بیشتر از مجموعه سازمان یافته اصواته و این بیش بسیار شگفت انگیزه. آدم ها موسیقی می سازن و در مورد موسیقی باورایی دارن و بر این باورها استوارن و این باورها باعث تفاوت اقوام مختلف با همدیگه میشه. هیچ چیزی مثل موسیقی نمیتونه آدمای مختلف رو نشون بده و اقوام مختلف و تفاوتها و تمایزهای اونها رو به ما نشون بده. ما انسان موسیقی شناسان هر بار که به ساحت رشته خودمون میاندیشیم بازم مثل یک کودکی فوق‌العاده سرشار میشیم از شعف و شادی، و این مهم نیست که قبل از این چند بار به شعف و به این سرشاری در اومده باشیم. این کتاب دارای 19 فصل مختلفه و همینطور که عرض کردم لی‌آوت خیلی خاصی داره که در واقع این کتاب در دو ستون برای شما تألیف و صفحه آرایی شده. این دو ستون یعنی این که شما در واقع دو کتاب مختلف رو مطالعه میکنید همزمان. یک کتاب مینیمال در ستون کوتاه این کتاب در صفحات مختلف جاریان و یک کتاب در واقع اصلی در ستون اصلی که میتونید از اون کتاب و فصول مختلفش لذت ببرید.